بسم الله الرحمن الرحیم امروز ما شما بالای ویتامین ها بحث داریم ای که ویتامین چی است ساختمانش چی است ضرورتش در داخل وزید چی است اهمیتش چی است و به کدام اشکال اینها دیده میشه و همچنان ویتامین ها به کدام انواع تقسیم شده ای را ما شما امروز در این ویدیو درسی بحث میکنیم اگر ما یک معرفی مختصر ویتامین ها را داشته باشیم ما میگیم ویتامین ها مرکبات عضوی غیر مرتبط هستند یعنی اینها ساختمانش عضوی است ولی ویتامین ها بین خود کدام ارتباطی نداره مثلا اگر ما شما کربوهیدرات ها را در نظر بگیریم انواع مختلفی کربوهیدرات ها بین خود ارتباط داره مثلا ما میگیم کربوهیدرات ها مرکباتی هستند که تمامشان یا گروپ کتونی داشته باشند و یا هم گروهی الدیهیدی داشته باشند و همچنان چندین گروه هیدروکسیل می داشته باشند و یا مثلا اگر ما پلی ها را در نظر بگیریم اینها از مونوساکارید ها یک ساخته میشه یا مثلا اگر ما پلی ها و اولیگوساکارید ها را در نظر بگیریم وقتی اینها تجزیه میشه از این میتونن مونوساکارید بدست می و یا چندین مونوساکارید ها با هم دیگر جا میشه و اینها سبب از این میشه تا هزو او سکرین یا اولیگو سکرین بدست میان یا مثلا تمام کربوهیدرات ها در داخل اوزیت اینها برای تولید انرژی به مصرف میرسد و اینها باید با گلوکوز تبدیل شود و یا در بعضی از حجرات فرکتوز. یعنی اینها بین خود یک ارتباط دارند مثلا اگر ما پروتین ها را در نظر بگیریم پروتین ها هم مرکبات عضوی هستند ولی اینها اگر ما پلی را در نظر بگیریم دای را در نظر بگیریم و از امینو اسید گرفته تا یک پروتین اینها بین خود ارتباط دارد که امینو ها با هم دیگر یک جا میشوند بالاخره پلی ها و پروتین ها را می سازه و یا از هیدرولیز پروتین ها میتونه امیناسین ها ساخته شود و همچنان اگر لیپید ها را هم در نظر بگیریم به همین شکل و یا اگر ما شما پروتین ها و کربوهیدرات ها و همچنان لیپید ها را در نظر بگیریم اینها در تعاملات مختلف میتونه از همدیگر ساخته شوند. مثلا میتونه از یک لیپید وقتی به میتابولیزم میرسه یک کربوهیدرات خصوصا گلوکوز ازش بدست میاد یا مثلا از یک آمینو اسید تجزیه میتونه یک کربوهیدرات بدست میاد و یا هم با پراکس اینها ولی اگر ما ویتامین ها را در نظر می اینها بین خود کدام ارتباطی ندارند ولی مرکباتی عضوی هستند مرکبات عضوی هستند که غیر مرتبط هستند و عضویت ما شما برای ویتامین ها به مقدار کم ضرورت دارد مثلا اگر ما کربوهیدرات در نظر بگیریم لیپید در نظر بگیریم یا پروتین در نظر بگیریم نظر به این مرکبات عضوی ما به مقدار کمی ویتامین ها ضرورت داریم و این مقدار کم به معنی از این نیست که اهمیتش در داخل وزیت نیست برای نشونموی نارمل برای زندگی نارمل برای رپلیکیشن نارمل تکثیر حجرات نارمل اینها تمامشان به امی مقدار کمی ویتامین ها ضرورت دارند اگر ویتامینی که به مقدار کم ما برش ضرورت داریم ولی به این مقدار موجود نباشند اینها سبب ازی شده میتواند تا تو نشونموی یک وزیت مختل بسازد یا زندگی را به شکل نارمل ما پیش برده نمیتونیم. ریپلیکیشن حجرات به شکل درست صورت نمیگیرد انرژی به شکل درست تولید نمی شود یعنی اینها مراکباتی هستند که به مقدار کم ما برش ضرور داریم ولی اهمیتش زیاد است و همچنان اینها در داخل وضعیت عموما ساخته نمیشه اکثرشان ساخته نمیشه و اینها را ما مجبور هستیم از غذا یا از مواد خوراکی بگیریم اگر ما پروتین ها را در نظر بگیریم امینو اسیدهای های مختلف در داخل وضعیت ساخته میشه امینو اسیدهای های غیر ضروری یا مثلا از مرکبات مختلف میتونه کربوهیدرات ها ساخته شوه یا لیپید ها میتونه از مرکبات مختلف در جریان تعامل در جریان متابولیسم البته ساخته شوه ولی ویتامین ها در داخل وضعیت عموما ساخته نمیشه و و اینها را ما به شما از غذا باید بگیریم با مقدار بسیار کم بعضی از ویتامین ها مثلا ویتامین دی 3 در تعاملات مختلف از مرکبات استرولی میتونه ساخته شه و از پریکرسر که ولی به اندازه نیست که ضرورت ما شما و ضرورت اوزیت ما شما را مرفوع سازد از این خاطر ما میگیم که ویتامینها مرکباتи غаیرمرتبطи عضвی هаستند کи عضвیتи ماشوما بر انهо به مقداری کаم ضرورت دارد بаراи نشو نماи نارمаل بаراи زиندگی نارمаل براи ریپلیکیشنи نارمаل بаراи تعاملاتи مختаلиفи کیمیاوӣ کи كي در داخل صورت میگیرد بаر اینهо ویتامینهо ضرور است و همچنان اینهо عموما در داخиل عضвیت ساخته نمیشه و ما مҷبور هستیم اینهоرا از موادи خوراکه بگیریم ا شو ویتامین ها را نظر به با, با مرکبات دیگری که ما از غذا میگیریم مثلا کربوهیدرات ها را هم ما از غذا میگیریم لیپید ها را هم ما از غذا میگیریم پروتین ها را ما از غذا میگیریم ولی اینها هم ویتامین ها را هم از غذا میگیریم هر چهارشان مرکبات عضوی هستند ولی اینها با مرکبات کربوهیدرات با لیپید ها و پروتین ها فرق داره فرقش هم از لحاظ ساختمانی است و هم از لحاظ وظیفوی است و هم از لحاظ خواص کیمیایی و فیزیکی اگر ما کربوهیدرات ها را در نظر می گیریم اینها در داخل اوزیت عمده فقط براي توليد انرجي مصرف مينرسن ميتون در بعضي از ساختمانها هم موجود باشه ولی عموما براي توليد مصرف بمصرف مينرسن يا مثلا اگر مال ليبيدهارا در نظر بگیریم ها هم براي ساختاني انرجي يا براي توليد انرجي بمصرف مينرسن و همچنان اينها در های مختلف وضعيت هم سهم مي‌گيرند مثلا بعضي از هرمون ها یا مثلا در غشای حجروی یا در غشاهای مختلف لپید خودش ساختمانه می در داخل وجود ولی ویتامین ها بازی خاصیت نداره و همچنان اگر ما پروتین ها را در نظر بگیریم پروتین ها هم عمدتا در داخل وجود در ساختمان های مختلف سهم می گیرد مثلا در ساختمان عضلات در ساختمان عضلی قلبی و یا عضلات مختلف و یا هم پروتین های مختلف اکتین و مایوسین و یا سایتوسکلتین ها در وظیفه در داخلي اوزيات ساختموني است اگر ما ويټامين ها را در نظر بگیریم ويټامين ها نه مستقیما براي توليد انرژي به مصرف مې رساند مصل كاربوهيدريټ ها, 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 ها. و نه در ساختمونه هاي داخلي اوزيات سهام ميگیرد مصل ليبيد ها و پروتين ها ولي اينهام براي توليد انرژي به شکل غير مستقيم ضرور است مثلا اينهام به شکل كوفيكتور عمل ميكنند و انزيم هاي كه انرژي را توليد ميكنند آنها بدون موجودیت کوفکتر و یا کوانزیم فعالیت کردن نمیتونه همین سبب است که اینها به شکل غیر مستقیم میتونه در تعاملات مختلف سهم بگیرد ولی مستقیما در ساختمان یک قسمت و و یا برای تولید انرژی به مصرف نمی رسد و همچنان اینها با هورمون ها هم فرق داره هورمون ها را اگر ما شما در نظر میگیریم اینها در غدوات مختلف ساخته می در داخل و و از اونجا انتقال میشه به یک موقعیت دیگه و بالای اخیزه های خود وصل میشه و بالاخره میتونه وظایف مختلف پیش ببره ولی اگر ما ویتامین ها را در نظر میگیریم ویتامین ها را ما باید از غذا میگیریم چون در داخل وجود به مقدار ساخته نمیشه و اکثرشان ساخته نمیشه و اگر ساخته میشه یک دو ویتامین او هم بسیار با مقدار کم امین علت است که ویتامین ها مثلا اگر ما با هورمون ها مقایسه کنیم یا با مرکبات عضوی دیگه مقایسه کنیم اینها بین خود فرق دارن همچنان در اولای کې وخت ویټامینونه نو شناخته شون در سالҳои 1911 -19 او 1912 ميلادي در اون حالت چې شن نو شناخته شو شن د ان مرکبات او ان مرکبات هم بار در شیر مثلا در قدم اول شناخته شون یا مثلا در برینچ انهم مرکبات اميندار بودن همون ویټامینҳои کې در اولای سال 191911 او 1912 шинохта шуд инҳо мракаботи буданд کи барои حфظи ҳамон мркабот مثлا барои ҳфظи шир ё барاи зиндгии нормал اинҳо ضарур буданд و اинҳо грوпи اмин доштанд مهم بود و برای زنده ماندن هم مهم بود از این خاطر ویتل برایشان گفتن که برای زندگی است از کلمه ویتل گرفته شده و همچنان امین به خاطر ازی بود که اینها گروپ های امین داشتن ولی بعدن که انواع مختلف ویتامین ها شناخته شد دیدن که اینها برای زندگی مهم است ولی گروپ امین نداره امین علت است که آل ویتامین را به این شکل نوشته نمی و هم به شکل که سپیلنگش به شکل است با در کتاب های مختلف نوشته میشه و علت نامش همی است که چون برای زندگی مهم است ویترن و همچنان چون از اول ویتامین های که شناخته شده بودن آنها گروپ امین داشتن آلی ای, ای شب ایش پس شده و به همین شکل در کتاب های مختلف و در مقالات مختلف نوشته میشه هر ویتامین در داخل اوزیانت اهمیت خاصی خود داره و ما هر کدامش در همان ویتامینی که مطالعه میکنیم میخوانیم ولی اگر یک نظر عمومی بالای اهمیت ویتامین ها داشته باشیم ما میگیم ویتامین های مختلف خصوصا ویتامین ای برای تкرи حجرоت مهم است و همчنоن баرایи دиد ҳм ویتامین اa ضرور аست ویтامینهоیи مختаلф خصوصا ویتامین اи ای اینهо بа خоطиر ҷلوгیری از امроزи مختلиф مثلا аتиروسکالاروزиس یا مثلا سаرطоنهои مختаلф دр داخиلи وзвیت مهиم است ویتامین اи به شکل انтиاکسیدانт عمل مینمоد و اиن سبаب азی میشа کи از آروس ریاکتیو اکسیژن سپیشیز از این انواع فعال اکسیژن جلوگیری شوند و بالاخره از اکسیدیشن غشاهای مختلف حجروی یا غشاهای مختلف دیگه که در داخل وزید است یا از اکسیدیشن دی ای و آر ای و یا از اکسیدیشن مرکبات مختلف یا ساختمان های مختلف داخل وزید جلوگیری کنند و به این شکل میتونند از امراض مختلف خصوصا در اطفال از انیمیا یا کمخونی ا جلوгیری کنند و همچنان ن ویتامینها در لخته شدن خون هم صهم مهمه دارد کи در این قسمаت ویتامین کا بسیار مهم است که یکе از ویتامینهایи منحل در شهم میباشد و در داخل وضعیت اینها در بلد کلاتینگ یا مثلا در لخته شدن خون سهم میگیرنд همنان ینها جلوگیری امراض مختلف ویتامین ها سهم میگیرد گفتیم مثلا ویتامین ای که به شکل انتی اکسیدانت عمل میکند و از اثیر سکالاروز جلوگیری میکند و همچنان یک اهمیت بسیار مهمش اینها به شکل کوفکتر عمل میکند و اکثر انزایم ها اینها برای کوفکتر ضرورت دارند و برای اکثر انزایم ها کوفکتر یا کو انز... ویتامین ها هستند خصوصا ویتامین هایی که در آب منحل هستند اینها تمامشان به شکل انتی به شکل کوفکتر عمل می و برای فعالیت انزایم ها و برای فعالیت نرمال انزیم ها ضرور است اینها اهمیت عمومی ویتامین هستند و ما شما باز در هر ویتامین را که مطالعه میکنیم بالای اهمیتش بحث میکنیم اگر موجود نباشه یک کمبود ویتامین موجود باشه کدام مشکلات به وجود میاره و وظیفش به کدام شکل است و کدام وظیفه داره اهمیتش چی است در مطالعه هر ویتامین ان ما شما بحث میکنیم همچنان اکثر ویتامین های هستند که در داخل وزیت اگر مقدار آنها از مقدار نرمال کم می اینها سبب عظیم میشه که امراض مختلف به وجود بیارند مثلا اگر ویتامین دی در داخل وزیت کم می شود این سبب می میشه که در اطفال مرض ریکت سبب وجود بیارد و یا هم در کلانا مرض استیومالیشی ها را باوجود بیارد که در این حالت استخوان شکل سفنجی را برای خود میگیره و بسیار نازک می شود و میتونه بسیار زود شکسته شود از این علت است که ویتامین ها هستند که جلوگیری از این حالات میکنند و یا مثلا اگر ویتامین ای در داخل وزید کم میشود میتونه شبکوری به وجود بیاره یا مثلا اگر ویتامین ای در داخل وزید خصوصا در اطفال کم میشود میتونه هیمولایتک انیمیا را به وجود بیارند و یا امراضی بری بری یا مثلا میگالوبلاستیک انیمیا که یک نوع کمخونی است که ما شما در مطالعه ویتامین B9 و ویتامین B12 رو مطالعه می کنیم یک یا نشئ که در کمبود ویتامین B12 وجود میاد تمام اینها سبب از میشیم کمبود یکی از ویتامین ها در داخل وجود یا بعضی از ویتامین ها در یک مرض تانه کم باشه و سبب امراض مختلف میشکه ما شما در هر ویتامین وقتی مطالعه می کنیم باز می خواهیم که چرا یک مرض با وجود میاد و در کدام حالت این امراض با وجود میاره ولی اگر عموما ما اهمیت ویتامین ها را در نظر بگیریم ما میگیم که امراض مختلف است که از کمبود ویتامین ها با وجود ویتامین ها را تصنیف بندی میکنند و تصنیف بندی ویتامین ها هم به اساس انحلالیت این هستند به اساس این ویتامین ها یک تعداد ویتامین های هستند که آنها منحل در شهم هستند و یک تعداد ویتامین های هستند که آنها منحل در آب هستند یک تعداد ویتامین های هستند که آنها منحل در آب هستند و یک تعداد ویتامین های هستند که آنها منحل در شهم می باشند ویتامین هایی که در شهم منحل است ویتامین A ویتامین D ویتامین E و ویتامین K می باشد که اینها ویتامین های هستند که در داخل شهمیات منحل است یا در محیط شهمی منحل است و بعضی از ویتامین های دیگی هستند که اینها در آمنهلس مثلا ویتامین C یا گروهی ویتامین های B کمپلکس ما میگیم ویتامین B1 ویتامین B2 یا C ویتامین B6 یا منتون ثینک اسید و فولیک اسید اینها ویتامین های مختلفی هستند که اینها در ش... در آب منحل هستند در محیط آبی منحل هستند و هر کدامشان ما شما ان شاء الله میخوانیم که وظیفه اش چی است اهمیتش چی است و با کدام شکل وظیفه را پیش میبرند ولی یک چیز در نظر باید بگیریم که ویتامین هایی که در آب منحل هستند اینها در داخل وجود ذخیره نمیشوند و اینها چون در سیستمی... سیستم های داخلی هیزین اینها من... منحل در آب هستند یا محیط های آبی هستند وقتی اینها مقدار زیاد می اینها می ول ویتامینهای که منحل در شهم هستند آنها میتواند در داخل وضیت در جگر و در انساج شهمی اینها ذخیره شود و اگر ذخیرهش زیاد میشود مقدارش زیاد میشود خصوصا ویتامین اa و ویتامین د اینها سببی از ی شده میتواند که به شکل زهری تبدیل شود و امراض مختلفه به وجود بارد و همچنان ویتامین هایی که منحل در شهم هستند عموما انها به شکل کوفکتر عمل نمیکند اینها وضاف دگی خ ا باز ما شما یه میخوانیم ولی ویتامین هایی که در آب منحل هستند اینها ویتامین هایی هستند که اکثرشان به شکل کوفکتر عمل میکنند و یا به شکل کو هستند برای انزایم های مختلف و در اینجا وظیفه خود انجام میدهند و همچنان ویتامین که که یک از ویتامین های منحل در شه هم هستند این هم می به شکل کوفکتر عمل کنند برای انزایم های مختلف که در لخته شدن خون سهم می دیگه تمام ویتامین های منحل در شهم اونها به شکل کوفکتر نیستند ولی ویتامین هایی که در آب منحل هستند اینها به شکل کوفکتر عمل ای یکی کدام ویتامین چی وظیفه دارد و کدام اهمیت در داخل وجود دارد این را شما در ویدیوهای درسی بعدی بحث میکنیم تشکر است توجهتان